هزاران تن از پیروان مذهب اهل بیت اسمت و تهارت علیهم سلام در کشور نیجریه به برگزاری مراسم ازاداری و سینزنی به مناسبت شهادت مولای متقیان حضرت علی علیه السلام پرداختند این تعظیم شاعر و مراسم ازاداری توسط شیعیان نیجریه در حالی برگزار شد که آنها همواره از سوی دولت مرکزی این کشور تحت شدیدترین فشارها قرار دارند و همواره علیه آنها توطعه صورت گرفته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد خبرگزاری دیلی پست به نقل از ابراهیم موسا مدیر یک رسانه شیعی در نیجریه نوشت دولت نیجریه همواره علیه ما شیعیان توطعه شیطانی طراحی کرده اما با این حال هیچگاه به هدف خود دست نیافته و نتوانسته چراغ مراسم متعلق به اهل بیت علیه مسلم را خاموش کند وی در ادامه افسود جنایت و کشتار وحشیانه شیعیان در شهر زاریا در ماه دسامبر سال 2015 میلادی نمونه ای از این توطعه شیطانی بود که اعمال شد در آن جنایت ده ها تن از شیعیان به شهادت رسیده و تعداد زیادی زخمی شدند. برخی ها هم توسط نیروهای امنیتی و ارتش بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شدند که شماری از آنها تا به امروز در حبس به سر میبرند. ابراهیم موسا همچنین گفت از جمله بازداشت شدگان حجت الاسلام شیخ ابراهیم زکزاکی و همسر ایشان هستند که هنوز در حبس به سر میبرند. این فعال رسانه شیعی افسود دولت نیجریه شیعیان را تروریست مینامد در حالی که شیعیان به هیچ وجه تروریست نیستند که برای دستیابی به آزادی های دینی و مذهبی خود از راه مسالمت آمیز تلاش می کنند در پایان لازم به ذکر است که به اعتقاد کارشناسان مسائل بین الملل دولت نیجریه تحت تاثیر و به درخواست حکومت وهابی عربستان سعودی شیعیان نیجریه را سرکوب کرده است این کارشناسان معتقدند نیروهای نیجریه برای طراحی سرکوب شیعیان از اسرائیلی ها هم کمک گرفتند.